دیگه دستکاری نیست که، این خرابکاریه. تو فقط به من نشونش بده. بده بالا سگ مسترو زن محله تکون بخوره واسه زلزله آماده شد. بچه نمیدی بالا؟ بالا صداش در نمیاد. میاد آقا جان، در نمیاد الان. بلوم اون صده ها، اون صد باید میتره کنه. سیستم برات بستم امپراتور. دویسته بالا ببریم از صورتش با خودتا کرد نشو با قیاس دیگه ما رو بگیره. این دوست دارم، اینجوری خیلی دوست دارم. دوست داری؟ باش ببینی برسی دیگه رو بسن. فقط کراواتت یادت نره، دستمزد ما رو هم بدی. رفع زحمت کردیم. دستمزد داداشتی داشتبول بردار. داشتبوردت هم دوست دارم. بردار. بده من اون 5 تومانی رو بده، اون 500 تومن پولا. باشه، 100 زیر قیمت گرفتم. چی 100 زیر قیمت؟ اونو بده من 200 تومن. بیا بگیر بابا. 700 داد من پولی به کی دادی؟ من پول بده چی فرش کنی داداش؟ اینجوری سخت بشکن ها، جفتا بزن راحت بشکن. یه پایین یه پایین نریز به پایین اینا. یه پایین بالا ما میشه. یواش یواش بابا. چش یه پایین ببینم. چی شده؟ خب مزیه میشه. داره میشه. مشکل چی آقا؟ سیمای تلفن دستکاری میکنی؟ چی میار بده؟ چی من؟ دفعه آخره. این دفعه آخر منه. رفتی داداش تو آوردی؟ من بازرسم، ازش شکایت شده. شکایت؟ بله. خرابکاری تو سیمای تلفن من، تو لاله های آب و گاز. گاز؟ خب یه دفعه فاصله هم بگو ما مشتری بشیم. حرف ما پول نشم را بیارم. بس پول نکن. آقا جون این همش تومته. تا ثابت نشه من جایی نمیام. باید جمعه ثابت میکنم. بارو 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 بارو. آقا چه رفتی به من؟ من باشی بگم بالا. بارو بارو هم گوشه بده. همه گوشه برش من گوشه بارو بارو گوشه رو بده. ایلی خواب بابا. یواش آقا بیا. چه شد؟ هیچ بار شوخی کردم. شوخیه آقا. سگ در صد سالانه مشکل نداره. گوشی رو بذار در گوشت. آقا جون میگم مشکلی نداره. آقا قشنگ گوش بده. آقا میگم مشکل نداره. آقا گوش بده تو. این چیه؟ کیسه؟ بله. الو خانم ایرانی؟ سلام، ایوبی هستم، از آمریکا تماس میگیرم. چرا تلفناتون اینجوریه؟ والا میگن زلزله اومده. سیمی ما همه قاطی پاتی شده. از دیروز سالا میخوام تماس بگیرم نمیشه. اصلا هر چی سعی کرد نتونست. داره میاد ایران. نه عجب. پدرش خواسته تا ازدواج نکرده اموال به نامش نشه. پول کمی هم نیست. بیش از 2 میلیون دلاره. اینو به عنوان وکیل نمیگم، به عنوان دوست 30 ساله خانوادگیتون میگم. تو همون ایران سریعا یه شوهر خوب براش پیدا کنی. خب حالا نعجب اونجا شوهر نمیکنه. یکی دیگه از شرایط اون مرحوم ازدواج با یه مرد ایرانیه. از دیدگاه پدر مرحومش مردای اونجا قابل اعتماد ترن. کی میرسه؟ پرواز شماره 757 فرانکفورت. الان دیگه باید برسه. اگه اینطور باشه ما باید بریم فرودگاه. راست گفتی خرابه. خب تو چه کار داری؟ بیا پای من با درستش کنم. من شما ندارم درستش میکنم. بیا پای این هزار تا کار داریم. یادتون نره یه شوهر خوب براش پیدا کنی. بیا منتظر دستم. بیا نو کردم، خودم نو کردم. بیا کی بیا؟ میگم بیا بیا پای من هزار تا کار. آقا نکن. چند دسته بابا. پس داره میاد. بله شما هم باید حاضر بشی بریم فرودگاه. بابا خوب شد؟ همینه میخواستی؟ نخوام پاره شد. من چیکار به نخوای تو داشتم؟ حرف نزن باید ببریم سی تی اسکن. شانس بیاری که نخوام چیزی نشده باشه. حواست به اینه باشه من برم. بله؟ اینا؟ با شما. میگم اصل خانومم که جایی رو نمیشنسه، به کسی هم که نمیشه اعتماد کرد. درست گفتم میکنم، اونم یک زن تنهاست. خانم ایرانی جان سلام، عجله کنین داره دیرمون میشه. چاپو جان بود و ما ردیش شده. چه خبره؟ چی بیرون خبر داده؟ یعنی همه اینا میخوام بیان فرودگاه؟ حتما بشینی. آهو جواد من کو نیستش. تو برا منم الان بیان. زود بیاییم. باشه باشه. بریم دیگه.
اومدم خانمی. تو رو میخوام چه کار؟ جواد کجاست؟ جواد کیلو چنده؟ لباس واسه معلومه کجا گذاشته؟ شاپور گل خودم آتیش 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 ویلکم تو ایران هانی هانی اصل میشم بگی بزن جلو شیشه اینا از اون بر بیای من پوره باشه اومد از جواد صد دفعه گفتم این دو چرخه رو بده یه موتور بگیر دیگه. باز دارتون گیر دادی بر مرکب ما؟ آخه بر مرکبت. قرمود علا اره و رو شمسی کوله رفتن. آقا کریم اون دو جواد سماق بمیکیم. کجا رفتن؟ هیچ. رفتم فرودگاه عسل بیارم. عسل؟ من پامو فرودگاه نمیذارم. تو اگه ازت بخار بلند میشد که اینجا سونا بود. ما بخارمونو واسه اهلش خرج میکنیم. باش آقا جون. لباس واسه من چیکار کردی؟ اما ریختم ماشین لباسشویی. خب باز چه آقا جلای سوخت من چی بپوشم؟ خب این رویه رو بکن. بکن؟ خب این تریپش به این رنگی بودنش این دو رنگه است. خود لباس ماست جدید چی داری؟ یه مایو گرفتم پلو خوری میخواد؟ آتیش بامزه. حالا این اگه من دروردم که بهت میگم هیچ وقتم نمیاد. دست بکن، دست بکش چون رمت بدم ها. جواد، قربون اون قد بالا. عمو، عمو بشتنه تو خودت میفهمی چه کاره ای؟ آخه سر پیازی، تای پیازی، چه کاره ای تو؟ همین دیگه. تو چه دانی شکلات چیز ولش کن بابا. دختره میلیاردره. خارو سننه. شاپ و سیرابی و کامران مکان و نادر گلاخ برن فرودگاه من نرم. من که حق آب و گل دارم. تو خودت رو نگاه نکن فرق زن و مرد رو نمیفهمی ها. بابا این یکی گرین کارت داره. گدید؟ خاک بر سر جوونی که به خاطر گرین کارت بره دنبال دختر مردم. آقا خاک بر سرم، خاک تو چشم، خاک تو، ولی خاک اساسی بر سرم اگه بذارم اصل از دستم در بره. شما کاری که میکنی مزگونه تو بزن، ریاضیات عمل کن، ما میریم امریکا. سی یو لیتر. همین شب بکنم. ببین باز کن، جواد، کریم، دری باز کن. به نام قانون شده ده میارم. دلی واز کن. جواد میخوام برم بزنم. کریم دلی واز کن. دلی واز کن. سلام علیکم. سلام علیکم نکم. این کجا در رفت پسر کریم؟ فرار کرد؟ پیش با شما در رفت. میدونم کجا در رفت. ایمان اینجا بود الان در رفت. پیش با شما رفت فرودگاه. داره فریدگاه، از اتاقاب میکنی فریدگاه، بکش میکنی من بچم گل میماله این سلمه. نه خیر، بفرمه تو چایی. یا الله، سلام استاد خانم، باز که پنجره باز دوزموز میاد تو. کریم جان، غیر از تو که کسی از این پنجره نمیاد، به موقع اومدی، بیا این نخو بکنی. چشم اصلا نمیبینه، بعدم باز ببخش من در نرفتم، من پنجره شما اومدم ها. میدونم، همونی که بهش پول قرض دادی دمه دره، نمیخوای شرمنده‌ات بشی. آفرین، منتها این سری داییش اومده میگه بیا پولو بگی که من اصلا روم نمیشه. با اجازه. تو که راست میگی بابا. سگ نصد. به این رفیقی نامردت بگو هم اجاره هایی که بزخل کرده از ما، هم پول دستی که تا الان نداده رو از هلگومیش میچشم بیرون. چند باری به من گل داد که با خواهر زادم آهو ازدواج میکنه ولی به گولیش عمل نکرد. ها درمش دیگه نهید، من خدمتش منتقل کنم. چرا چرا، بگو به استاد من حساب میکنم. بهش بگو مگه دستم بهت نرسه و الا آنجا گوسفند میفرستیش کشتارگاه. نه نه، میفرستمش تم به کوچک و ابو موزهان نی بزنه. شانس بر که من نمیتونم معطل بشم، فیلودگاه مهمون خارجی داره و الا باباشو در میام. جواد قربون اون قد و بالا دایناسور رو دیدی؟ بعد مرکب من چرا نشستی نامرد؟ تو با من و با دبو سبوی منی گرش مست مستم. چرا هیچکی تو این ساختمون نیست؟ شما؟ مردم از خستگی. خب من چی کار کنم؟
چمدون منو بی زحمت بیار بذار اینجا جلو راهه. درست خواهر اگه جواب بندرم بدین ثواب داره. چی بوی بدی میاد اینجا؟ چی کار میکردین؟ خب مثل اینکه قراره شما اینجا تشریف داشته باشین. اینی هم که شما کی هستین اصلا انگار به من ارتباطی نداره. پس شما اینجا تشریف داشته باشید بنده رفع زحمت میکنم. مرسی بیا. ببین در الان بازه کاملا. فکر میکنی مشکلیه؟ لا اله الا نه نه نشینی. نشینی. چرا؟ چاقو رو بردارید از روی صندلی بعد بشین. سوخت. شما نمیدونین خانم ایرانی اینا کجا رفتن؟ کی برمیگردن؟ قدم مهمونای خانم ایرانی که رو تخم چشم ماست. ولی پس میدونین کجا رفتن؟ بله، تشریف بردن فرودگاه. یه دختره از دماغ فیل افتاده، خبر مرگش بلند شده، اومده ایران میخواد ازدواج کنه. یک گله آدم بلند شدن رفتن اونجا بال بال بزنن جلوش. تو چرا نرفتی؟ خوشم نمیاد ازش. مگه دیدیش؟ صد سال سیاه میخوام نبینمش. دختره یه چش سفید قربتی. خدا رحمت کنه مادر خودم بیاوردش. روزی که داشت رحمت خودم رفت آرزوی اینو داشت که یه لحظه چش تو چش بشه با دخترش. ولی این دختر دریغ کرد این نگاه از مادر. خیر نبینه امیدوارم. دختره یه ندک به حرومه کسفه. آخه به تو چه ربطی داره فضول؟ تو ته پیاز یا سر پیاز؟ شما چرا به خودت میگیری؟ شما ابتدای پیاز یا انتهای پیاز؟ خیلی پر روی. این چمدون منو یه بردار. به من چه مگه من باربر خصوصی شما؟ قیافت که خیلی به باربرا میخوره. شما مثل اینکه قیافه خودتو تو آینه نگاه نکردی. برو یه نگاه تو آینه بکن. کنیزی که افگیر خورده. بیا برو بیره. لیاقت نداری. ارزه حمالی هم نداری. دو ساعتی ما تو فیلی بودم محکل خانومی. خوش آمدید. بابا بیا این بارا. من میرم. نخ بودم حواستم. بریم پلک هست. برید بارا. بپر. باش از این شادی ها. بپر. اصلا این بود. داداش نوکرتم. الان دو سو کرایه‌تو میارم مخلصم. داداش کیفم تو خونه جامونده. قربونو چشای اصلیت برم. نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود. چشمش میشیه هی میگی اصلو. اختصان قزم خوبی؟ حالا بلیت برگشتت کیه؟ خجالت بکش دختر. تازه اومده من میذارم بره. ای بابا شما هنوز مثل سابق کمافی سابق مثل دوتا ابر به هم نخورزه ترک بارم میکنین. راز بقیه ایجاد میکنین. جواد یه پول بده من داداش. جواد یه پول بده. علیکم السلام. به 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 چه نکته خوبی اشاره کردی. آقا حالا یه پول بده من وانتر رو بندازم بره. وانتر چی؟ بابا همش تقصیر تو شد دیگه. آقا با دو شقه ما رفتیم آژانس ماشین بگیریم، ماشین نداشت، مجبور شدیم با دو شقه تو بریم تا فرودگاه. آقا فهمیدی چی شد؟ رفتیم اونجا جاتر رو عسل خورده بودن. اینجا بود کی؟ همچه واسه استقبالش وانت گرفتی. عسل؟ یک استقبال و پذیرایی مفصلی ازش کردن. من نمیذارم تو بری. تو باید همینجا بمونی پیش خودم. تو این ساختمونم تا دلت بخواد شوهر خوب زیاد هست. جفران اغلی احسدم. اتفاقا گل سرسودشون رو دیدم. الان که یادش میفتم بال بال میزنم. وای همون که در باز کرد. پس دیدیش اونو گذاشته بودم آخر سر معرفی کنم. اون جواد خودمه دیگه. خوبتون اینه؟ بقیهشون رو باید ریخت تو اقیانوس. کی؟ جواد من؟ نه نگو. رفتارش عین باربراست. حمال. هفت جد و آبادش حماله. نگو. چمدونش داده دست من؟ دختره وطن فروش بیگانه پرست دماغ عمل کرده. دماغ چی؟ خورتون.
انگار که از دماغ فیل افتاده. راستی یه چاقو گذاشته بود زیر من. وای چه پیروغل. جون کریم حقش بود میذاشتم روش بشینه. آی بهش میخندیدیم. من رو هرکی به یه چیز میخنده دیگه. یعنی خودت بودی بهش نمیخندیدی نه؟ چرا الان که اینجا نگاه کردیم چه خنده دارم. ناداش هنی بو گند پیازم که میده. دهنش؟ نه خیر، تمام هیکلش. کی؟ اصل من؟ اه مال توه. بیا دستشم بگی دستت که یه موقع در نره. تو هنوز ادب برخورد با یه لیدی و یه جنتلمن بلد نیستی. آتیش ببین جواد جون رفاقتمو بجا، یا همین الان میری بالا ازش عذرخواهی میکنی یا چی؟ یا دیگه ناچارا من باید برای دلش در بیارم. چرا این پوشات نیست برا؟ آقا جان سنگ مادر خیلی خوشگله. سلام. چیکار داری؟ اصل خانم ها؟ چیکارش داری؟ اون کاره با شما دارم. فیلم نورده وسط. این فیلم ترسناکه. همونیه که یارو با روداش دار میزنن. اونه. اینو دیدم. دیدی؟ آره. خب اینو ندیدی. این همون چیز هست که یارو رو با اره میزنه دو شقه میکنه. بعد میزنه تو چنگک خونمون میپاچه. خودت دیدی؟ 100%. اه اوجان بگیرین گرجو. و؟ دایناسور که اینجاست. حالا دیگه منو گال میذاری فرار میکنی ها؟ این حرفا چیه دایی جان؟ اتفاقا وقتی من شنیدم شما تشریف بردین بالا گفتم برای عرض ادب بیام خدمتتون. You're welcome. نوکریم. نمیخواد خودت نیستم. شما دایی جان بقیه کفشلر میشون بده اونوری نگاه نکن. تو آسمون دنبالت میگشتم کریم جان. خودت با پای خودت اومده تو چنگالی. من کلام دایی جان. والا بذاریم ببینم کریم چی میگه آخه. خدا رو شکر بالاخره یکی تو این خونه ما رو درک کرد. نوکریم مادرا. اومدم از اصل خانوم بابت رفتار زشت این جواد بی تربیت عذرخواهی کنم. بعدم دیدم این دسته چمدانتون کنده شده. نه اینکه آدم فنی ام، گفتم ردیفش کنم. لازم نکرد. خواهش انا همه رو با یه چوب نزنی اصل خانوم. آقا برو تو بله زندگی. من هیچ چی نمیگم اینم جوری گیر داده. تو به کدوم گلی که به من دادی عمل کردی تا حالا؟ برو میگم آقا ببخشید. سلام عرض کردم خانم اصل ایرانی. من همسایه واحد 12 هستم. آقای شاپور احسانی. البته شاپور شیرابی بهش میگم. اینجا چیکار می‌کنی؟ به تو جواب بده من. 500 تومن سیستمو بده بیا. تو بیا اینجا. من مشغول شدم. چجوری ازت درمت چی بود اینجا؟ بذار نشته بخش. بابا چیکار داری به بچه‌ها؟ من با خانم ایرانی بزرگ صحبت کردم، قرار شد خانم ایرانی کوچیکو خواستگاری کنم ببرم. ببخشید میشه این مارم در جریان بذاری؟ من صاحب اینجا هستم. بله. بابا ناصر با من صحبت کرد. میدونم خودم. من صحبت کردم. من با خانم ایرانی بزرگ صحبت کردم، قرار شد خانم ایرانی کوچیکو بدن من. در همسایه‌ها همه تون بریم بیرون. همه تون چه من تنها اومدم. برو بیرون ببینم چه خبره. برو بیرون ببینم دیگه نگره این دو ساعت و این جهان. الو پایویز جانم آب اگر دستتی بریز زمین. نه حرام میشه بخور. چشم. سریع خودت رو بریزش میخونه ایما. چی شده؟ دختره پیش اینا بوده. اینا هم بد کلاس بازی در آوردن خوردی تو زکش. بهتر. سری را کباب هر نوع که میتونه. کوبیده برگ اضافه گوجه همه چی جوجه. یه مقدارم 30-40 تا نون لواش. یه دونم بربری برام مامان. چش میگیرم. هی کاش میشد دماغت عمل چش پریز. فکرش هستم. آی الله. بله سلام جوادم. سلام علیکم خانم رنه. خوبی شما؟ ببین اصلم خیلی ناراحته. پاشو بیا بالا باید خودت بله از دلش در بیاری. من حتما برای عرض عذرخواهی خدمتتون میرسم. آفرین بزنه. خداحافظ. شما خداحافظ. جواد جون یه کاری کردی که برد پیتم بیاد نمیتونه درستش کنه. چه برسه به من دری پیت؟ شاکیه؟ شاکی مال یه دقیقه شه. تو هم فازنونت قاطی ها. اونجایی که باید مؤدب باشی گن میزنی، اونجایی که باید بیاری تو صورت یارو تیر به ادب برمیداری. من نمیدونم این بذره پرویز مثل خودی تحصیل کرده با سواد خارج رفته. مثل اونم کره گوره نیست. از همه مهمتر حسابدار شرکت بابا این توی دیگه اونجا. دایی جون شما که میدونین من همین الان از راه رسیدم. خیلی کار نداره نیمی ساعت. یه مقدار شما با هم آشنا میشید. در ضمن فرهنگ ما میگه دختر پسر قبل از عقد جلوی چشمی بزرگترها باید صحبت کنه. این موقع شب؟ خب تو ایران یه مقدار کارا مال شبه. بعضی از کارا هم خوب روزه دیگه. طوره نیست ها؟
آخه دایی جون الان خیلی دیر وقته. خنده دی پس قبول کردی. آفرین دختر چیزفم. چشم برکن. سلام آقا جواد، حال شما خوب هستن؟ جور هستین، بخیر هستین؟ کجا تشریف میبرین؟ میرم منزل خانم ایرانی. خانم ایرانی اجازه از سفر شما رو به خانم ایرانی بکنید. میخواستم اگه اجازه باشه با اصل خانم وصلت کنم دیگه. برو بکن. یه بار صبر کنید. راستی به اصل خانم تو گفته کنید که برج میلاد من خودم 23 ساخته کردم. بله کنده. یه بار صبر، تلفن زنگ زد. یه بار صبر. بفرمایید. سلام آقا شردار، حال شما خوب هستن؟ میخواین رو پل مدرس اکبر دیگه ساخته کنید؟ خب باشه، حالا خودم میرسونم. آقا جواد خدا خیر دست در نکنه. سفر شما رو به خانم ایرانی بکن. مثل اینکه یه خورده تون رفتی دیگه. بله بله خب من حالا اب نداره، خودتو ناراحت نکن. جوانیه و هزار ناپختگی. وقتی اومد مثل یه پسر خوب ازش معذرت خواهی بکن. نزن آقا، نزن عزیز، میگم نزن. میگم نزن دیگه. میگه نزدم، تازه میخواستم بزنم. بابا بهت میگم نزن دیگه. اگه الان برق میگرفت میمردی، خونت گردن کی بودا داشته من؟ بله من نزدم. به همین دیگه، بیایی برق برق میگیرده، بیا بابا. صد دفعه گفتم روی این زنگ بزنی، این خطر مرگ. هیچ کدومشون گوش نمیکنن، اصلا نمیفهمن. به جان تو. بله اجازه میدید یه زنگ بزنم؟ شما هم نمیفهمی. الان من گفتم خطر مرگ دیگه. برش کن آقا جون، من الان کلید دارم واسه باز میکنم. دست شما درد نکنه. فدای تو بشم عزیز. اینا حالا خونه کی میخوای بری؟ منزل عسل جون اینا. خونه کی؟ منظورم منزل خانم عسل ایرانی بود. چیکارشی؟ من پسرخونده داییش هستم دیگه. بله همکار داییشون اینا. دایی ناصر؟ بله. آه اون لحظا پسرخونده. ببین آنجا شما طبقه اول شام سرو میشه. بله. شما ولی میری چی؟ طبقه سوم. بله. واحد سه. شما زحمت هم کشید اینا رو بده، من قربونت برم. فقط رفتی اونجا هر چی اون خانم گفت باید گوش کنی. باشد. چون اصل خانم ناراحت میشه. من پسر خالشم آمار اینا رو دارم بهت میگم. گلم بده زحمت شما نکش. قربونت برم. نه کسی نم نه اینجوری ها. تو دره بیا اینجوری نه. اینجوری زیادم رسمی نه رو قربونت برم. معذب میشن. خاکی باش صمیمی برو. راحت. خاکی. شیطون. آتیش. برو قربونت برم. برو. برو نوکرتم. اوف. بختیاریه. جوجه؟ خب جواد جون، تا شما داری این کار رو میکنی من برم یه چای شیرینی بیارم برای آشتی. رازی به زحمت نیستیم، بس شما درد نکنه. جواد تونستی واسه این کامپیوتر کاری کنی؟ به این سادگی هایی که نیستم خانم، در آخره یه مقدار کار میبره. بابا تو نابغه ای، زود، تون، سری. ببین، این مسئله های منم حل کن. خب یه بارم خودتون حل کنید، شاید تونستین دیگه. من هم این اوتو رو بیارم لباسام اوتو کنم. اوتو نه، اوتو رو نهیرین تو. با اجازه. بفرما. با اجازه. سلام علیکم. بشین این سوزن رو نخ کن. چشم، چشم. ببخشید آقا ناصرینا نیستن؟ به اونم میرسی. میرسیم، بله. معذرت میخوام، اصل خانم اینا نیستن نه؟ به اونم میرسیم. به اونم میرسیم. ببینم اصلا بلدی سوزن نخ کنی؟ بله بله. من کارت تلفن میخوام. ای آناز حرکت سن. بابا برای پسره دارم چای و شیرنی میبرم. پسر کجاست؟ اتاق آهوه. جبران. اصلا بودو وقتشه. نه؟ اصلا زحمتش بکش ببر برای پسره. صحبت کنم. به اصل ببره برای پسره. نه اولا زخت دایی چه اشته بابا کجا ببره؟ بابا میخوام زندگی کنم یه اون دایی اگر بعد من این خیلی هم خوبه. آخه بابا من ها خواست جور نده اینم. من هی میگفتم این پسره پسر خوبیه. این شما شد جد
خدا رو شکر بالاخره فهمیدین این پسر چقدر پسر خوبیه. خدا اون پسر میگه من اینو میگه برو دیگه تا اینجا مطرح نکن ایشون برش کن میگم ناصر تو هم باش برو تو من براشی اون دول اول میخوام زندگی کنن یه عمر باید هم دیگه رو بشناسن درکش کنم کجایی؟ الان خدمتتون میرسم بنده واقعا از حضورتون عذر میخوام عذر میخوای؟ مگه خواستگاری کردنم عذرخواهی میخواد خواستگاری؟ غلط بکنم بیام خواستگاری اونم خواستگاری شما تو؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ ببخشید این کامپیوتر خواهرتون خراب شده بود من اومده بودم تمرش کنم با عزتتون دارم رفت زحمت میکنم برم منزل ببخشید من اجازه بدید من رفت زحمت میکنم با عزتتون برم برم خواهر ببخشید اجازه فقط داغش کرده بودم میسوزه میسوزه تو کجاست؟ برگرد ببینم چه بچه نمیتونم برگرد قرمونت برم نمیتونم بیا مگه با آرپیچی زدنت داری اینجور کولی بازی در میاری آتیش جریب سوخته نه بیا بیا سوخته تموم شد حقته به خود تقصیر این اتو بود دایی ها ابنه رو خوب کاری کردی تو برم بسوزم برو اتو تاخت من میموندم معطل این پسره چی جوی اومد اینجا معلومه از کجا آمد معلومه چی؟ از دم در اومده خودم هم در باز کردم پس اینی میگفتی پسر خوبی یه پسر خوب بله داشت به من حمله میکرد نه من گکری هیته اینجا 110 داره برو تو اتاق یه مقدار آرامش باش من الان پرویز زنگ میزنم میاد تیویجش بازو کنن با هم برو تو اتاق شما برو یه فیلم هندی ببین سن علمی هستن اوشانن کردن نی نده آم میرم الو پرویز جانم خری الان زمانشه دیگه بودو بیا دلجویی بکن صحبتت هم میکنم سوزن نخ آخره چیکار میکنم؟ سوزن نخ میکنم جون به جونت کنن دختر پرونی خب جواد جون تو اصلا دختر میبینی خودتو بزن به لال بازی فدات شم اخوی نه تیپ داری نه قیافه داری نه هیکل داری نه قد داری نه مال داری نه حال داری حالا یه رفیق خوش تیپ داری دلیل نمیشه سوء استفاده کنی که شرت و پرت میگی من چرت و پرت میگم دریوری تو میگی که اصلا دختری ده که عاشق منه تو میری خواستگاریش بی معرفت چه شرت و پرت میگی من رفتم بالا برای عذرخواهی اونم به خاطر خانم ایرانی فقط میدونم قربونت این غذاها چیه؟ اینا؟ کباب کباب درد بی درمون و کبابه تو پول وانتیه رو نداشتی؟ این همه غذا از کجا آوردی؟ خب پول اینا رو هم نداشتم اونتا یه بچه پرلوک غریبه داشت واسه خودشیرین رو میبرد برای خانم ایرانی ازش گرفتم دو درش کردم خودشم فرستادم برای نصرت خانم سوزن نخ کنه میبری همین الان پسشون میدی آقا جون من برم بالا اون دایناسور منو میخوره خود درد ببر من چجوری برم جلو آقا من سوخته جواد اصلا یه فکری اگه این دختره رو من بگیرم تو امریکا یه کبابه میزنم چی بگیره اینا خبر مرگه به زانو؟ زانو نبود با چی بود؟ صافم بود آفرین قوی شد آقا بار دیگه با ساقت؟ نه دیگه یه نفر با زانو بود بابا باش آقا چون ما تو به خاطر رفاقت هر کاری میکنیم پرویز جان فردا یه تیپ جیگلو میزنه روغن مایه تو آشپزخونه داری صد دست یه مقدار روغن مایه ورمیداری به سرت میمانه دمپای دماغت هم یه ذره بذار تو خب؟ یادت نره ها چشم با آقا دایی قهرمانی گولیم بگیریم بیاییم خب؟ گیلایول فقط نگیر که گیلایول ماله سر مزاره فردا صد دیست میایی برای خواستگاری چشم یه گل میگیرم گل شب و بیست بیستم خواستگاری یه چند تا بگیر دیگه یه خواستگاری جزمیه دیگه بله چشم بعد گلو گرفتم میتونم بیام بگیرم ببرم بگه هندون از هی میگی ببرمش اول بیا ببین دختره قبول میکنه یا نمیکنه چشم بعد میام یه اصلا میبرم آقا داره قهرمان یادت نره چشم گلگونت پریز اون کلیدی فشایی بده در باز بشه چشم خواستگاری نشونتون بدم ساعت در ساعت سلام
شما چرا اومدین؟ بفرما. دوست دارم این غذا رو من قبول کنین که حداقل با غذای ایرانی که برای عسل ایرانی فراهم شده همیشه به یاد یه مرد ایرانی باشین. و اما این گل، راستیتش این گل من آوردم برای شما. نه نایزم، برای شما، شما که بدین به دایی ناصر که خودش اومدن دیگه. زحمت شده دیگه شما نکشید. برای من گریفته بودی اصلا این قضایه ببر تو مامان اینا رو بیگر کن بگو پشت شام اومد شام حاضر کنم بیچاره من با این آخ صحبت کنم راضی به خجالت نمی کشی مردی چی گوله بردار دایی جان من مجددا اومدم که بیام دست بوستتون بگیم اگه اجازه بدیم بنده رو به غلامی قبول کنین راست میشی؟ بله معذرت میخوام بارکالله الان شدی بچه حسابی و حرف گوش کن پس میافات میکنی که ازدواج کنی ها؟ اگه بنده رو قابل بدونین بله به خانواده ما خوش اومد از هر زن دایی جان به آهو بگو کریم میافقت شد که ازدواج کنه درسته؟ نه نه سوء تفاهم شده یعنی آهو هم خوبن ها بذار من صریح بگم دیگه میگم اگه بشه امشب صیغه محرمیت منو با عسل خانم بخونیم بعد میایم راجع به بقیه قضایا صحبت میکنیم دیگه منم همین میگم دیگه اصلا که نمیتونی صیغه محرمیت توی آهو رو بخونه اصلا تلفن میکنه به محضردار اون میاد صیغه میخونه برای شما و آهو درسته اصلا هم به اون آقا زنگ بزن باز بعد متوجه شدن دیگه هم محضردار بیاد اب نداره ولی منو عسل بخونه ببین دوباره برگشت سر حرف اولی بگی تو قرار نبود آهو رو بگیری چشم اونم میگیرم من قولم بره یعنی سرم بره قولم نمیره من منظورم اینه که آسیاب نوبت دیگه اول عسل خانوم اگه اجازه دادم بعد آهو خانوم آره بعدم اگه مشکلی نبود ننه منم بگیر چطوری ها؟ دور از رو دل نمی کنی؟ باید کاری باید بکنم که زن گریفتن بکنی ها دایی ناصر منو صدا زدی؟ نه چیزی نیست داری یه ورده با تجاره های عقب مونده رو بده یه مقدارم دستی گرفته اضافه بود داشته میشم برو پس با آقا کریم لاغر بیاین تو شام بخوریم من خوردم آبجی نه این شبا پختنه دیده میخوره برو دیده برنجام قلابی شده تو کری نمیشوی این داره بر زنگ میزنه ای بابا نهار تو بدیم خرج تو بدیم در ما با کنی این که هلن خانومه بیا اینجا چیکار میکنه بله در باز کنی منم هلن سلام علیکم بله خواهش میکنم بفرمایید باشه کریم باشه جمعش کن باشه باشه جمع کن کریم باشه کریم باشه جمع کن جمع کن نمیشه یک کلمه حرف نمیزنی یا لال میشی یا لال شو فقط کریم این همون تهیه کننده هست که بهت گفتم به جون خودم به جون جفتمون اگر این کاسته به پره پر پرت میکنم گفته باشم سلام علیکم چه بی خبر سلام من اینم مدلمه سرزده میام میخوام ببینم کسی که دارم روش سرمایه گذاری میکنم کیه و کجا زندگی میکنه میدونی زندگی یه هنرمند خیلی برام مهمه تو کاراتو اینجا میسازی هیچی نده معلومه سلام از من سلام چیزی تو چشتون رفته؟ کریم چیزی نیست این ستون آشپزخونه رفته آخه میخوای بعد فوتش کنم؟ نه خیر الحمدلله بهترم لا اله الا الله این کارهای جدید منو گوش کردین دیگه ها؟ بله انشالله که پسندیدین ببین ناراحت نشی یا بعد تکلیف خودتو روشن کنی یا جواد بتهوون یا جواد یساری خونه پر شاید بشی دی جی جواد نه اون نکمه خب راست میگه دیگه بله نه هیچ کدوم اینا خود من خودم جواد کریمی آخه تو چی داری که مردم واسه سر دست بشکنن؟ رو فقط رو شما خودتون گفتید استعداد دارم بذار در کوزه آبشو بخور کمه عزیز من کمه خب شما بگید من چی کار کنم ببین تو تا حالا عاشق شدی لا اله الا الله خجالت کشیدی ببین منو تو باید واسه یکی بال بال بزنی تا در بیاد در بیاد؟ مال این حرفا نیست ببخشید این رفیق ما دیوونه از پیروز از امین آباد در رفته میگن حرف راستو یا بعد از بچه شنید یا از دیوونه
موسیقی باید زندگی توش جریان داشته باشه. ممنون. اتود کارتو میاری استادیو؟ من میارمش، آدمش میکنم، قول میدم. خداحافظ شما. خداحافظ. منتظرت هستم. بله حتما خدمت میرسیم. خب بابا بسا، عشق تپه یکر اولاغی ازش بالا میره، تپه هم رفت. بیا برو کام شد. باش، اصلا من کارهای واجبتر از این دارم. شما غیرت دارین؟ شما عاطفه دارین؟ شما اصلا میدین همین که این دختره با یه پسر دیگه، اونم پسری که بچه این ساختمون باشه بره امریکا، از فردا تو این محل همه به بیورزگی شما هر 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 کر 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 میخندی بیورزه؟ خب چیکار کنم؟ جونم اونو گرفته دیگه، آبا چی شده دیگه؟ چی شده دیگه؟ تو آبا رو باشگاه دنبل بخور. آقا جون یه الدنگ امروز داره میاد خواستگاری اصل خانوم. چی گفتم میکنه مگه؟ کشکه؟ کشکه دیگه، کشکه. آقا جون امروز میاد بعد از دو دست اصل خانوم میگیره امریکا تگزاس. چی رو امریکا؟ اصل خانوم باید زنی بچه‌ای که این ساختمون بشه. من نمیدونم ساختمون بشه 100% 100% با این وضعیت. آره آقا جون من نمیدونم با کی میخواد بره امریکا، ولی باید زن یکم شماها بشه. نمیدونم آقا. اینو راست میگه، من خودم اینه یه پلنگ هواتونو دارم. خب حالا چیکار باید بکنی؟ آقا من یه نقشه دارم. تو خونت خالیه؟ آره خالیه خالیه. خالی خالیه، برو ببین به 100 نفر کلید دادی. الان میبینیم دو نفر اونجان. من خودم تمیز کردم. آقا بیاین اونجا. آقا کلا میارم؟ نمیخواد تو بیا. قفشو بیا. گوشی یا بردار تا صدا یه ذره آرومم کنه. زنگ خونه اصل خانوم کجاست؟ همه سیما رو با هم ریختی؟ تو هم اصل؟ تو نوشو پدر جان با زبون حرف بزن ببینیم با کی کار داری؟ اصل خانوم؟ آخه گفتگوی تمدن ها سال هاست مطرح شده. بفهم اگه آقا در یک قهرمان چشمون خوش شده. آقا ناصر گل گلاب پریس کجاست؟ جوان رفته گل بچینه. ای بابا من 100 دفعه گفتم بابا گیلهایون نیارینا. جایی که من هستم احتیاجی به گل نیست بابا. آخه گیلهایون رو برای سر قبیل میبرن نه خواستگاری. سلام آقا پرویز. منم اصل نمک نریز بینیم بابا. خلصه آه سیرابی. منم کریم. کریم تویی؟ ویشاپور. به نادر بگو دوز قرصار ببره بالا. این یارو باباش به این داغونی که زورش انقدر بودا وای به حال خودش. باشه خیالت راحت. ردشونو گرفتم. کجا؟ هانگ کنگ. رفتم تو باشگاه. منو دید. گفت یا ابوالفضل. قهرمان. تو؟ گفتم تو نه شما. خیلی خوب آقای خالیبند. ولش کنیم. این آقا پرویز. جنبال دایش باشی کدوم گوری مونده؟ چرا پس نمیاد؟ موبایلش چرا نو ریسپانس پیج اینجا؟ ای بابا دارم حرف میزنم، موبایلش تو جیب منه، خودشم تو راهه. چی میگفتم؟ گفتم بروسلی رو تو کشتی. گفت به ارواح خاک آقام نه، من نکشتم. با کف گرگی همچی گذاشتم کف پیشونیش چه کلاش از سرش افتاد. گوشی و بردار تا صدا یه ذره آروم. بله اومدم که ببرم. روموش بخورده ما دیشب مایگانه دادیم. اصلم شیطون تویی؟ با چرا از اول نگفتی؟ آتیش در رو باز کن که اومدم. ببین فقط بیا واحد شش. واحد شیش؟ آره واحد شش. شیطون در رو باز کن که اومدم. آقا جمع کن اومد جمع کن. هلی اگه طرف خواست من تو من لاب بتره کنه چکار؟ بابا نمک نریز تا دیگه جمع کن بریم. از ما گفتم نمیخواد تو بگی بیا بیا نکن. چای 11 همه دیگه بسته ماما. دست درست. خیلی خانومی. وا وای گفتی آی گفتی. اسلام بیا تو پرویزم. چای پس تو کجایی اسلام؟ زودتر دیگه که تمام خصوصیات هم آوردن بیشتر با هم آشنا شیم. میگم دایی جان
خواهرزاده نفلی شما چرا نیامد؟ ولش کن، بریم سر اصل مطلب. خیلی خوب، حداقل نشه این آقای اصلی مطلب باید بیرست اینجا. اصل مطلب اینجاست. سنه دیگری کدوم اصل مطلب؟ خودم. پی دایی جان خیلی ما اصحابمون سر جاشه، شما هم وقتی آوردی به ما. اتفاقا وقتش همین الانه، فردا میریم محضر، پشبندش میریم فرودگاه، پشبندش میریم عصمون. خوبه؟ بابا خواستگاری صحبت کسی دیگری. نه 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 من با تو خجالت در چهمش. خانم میرونی دنبال یکی میگردم جر خوده هستی؟ همین فردا بریم هنگ کنگ، بریم دنبال قاتل بروس لی. هستی؟ این کاش میدونستم این پسر کودم بول فکر کنم این خودش باشه. کجایی؟ چیه؟ آفیس آفیس چیه؟ رنگ چشم اصل، اونم بذار اصل، اگه بخوای اصل، دماغ بشه امن. ببیند عشق دختره چی کار میکنه؟ اگه بخوای اصل، دماغ بشه امن. پسر معقولتون این بود؟ اولش کردن.
همیشه دارن زنگ میزنن جواد. دارن زنگ میزنن. مزرما چه؟ دارن زنگ خونت رو میزنن. مرد سبی خب خودت که بیدار بودی میرفتی در باز میکردی خبر مرگت منو چرا بیدار کردی؟ سلام. سلام علیکم. ببخشید این وقت صبح من باید بیام مسئله شما رو حل کنم. نه بابا، مامانی میخواد مهمونی بگیره برای شام، همه ساختمونم قراره دعوت کنه، میخواد بریم خرید. جهنم با سلامتی و دل خوش. خب برید، مگه درب خروجی ساختمون اینجاست؟ اذیت نکن دیگه جواد، با ماشین بابا میخوای مهمونم خرابه. ای کنه عهد دقیانوس که راه انداختن ندارم. ماشین دایی ظریف قشنگتون تشریف ببرید خرید. سلام علیکم. علیکم سلام. یاد بچگی هم افتادم که با پدر مادرم با این ماشین میرفتیم خرید. به خاطر همین با آهو گفتم با این ماشین بریم. اصلا؟ اصلا خانم، اون ماشین قلق داره، فقط قلقش هم من بلدم. شما تشریف بریم الان میام. جدی؟ 100%. دوباره کاری نکنه آتیش بگیره. نه آتیش. چی میگی تو؟ بفرمایید شما داخل پارکینگ، ما الان میایم خدمتتون میرسیم. بفرمایید خواهش میکنم. زود بیای یا. چش بفرمایید شما. اصلا خانم تو چش رو هم بزنید، من اومدم. تو خجالت نمیکشی با شلوار نصف آستین بلند میشی میای اجاره زن بچه مردم؟ آستین کوتاه نیست، سروبه. آخه خیر سرت، مجبوری دروغ بگی؟ نه این دروغ مصلحتیه، این نقطه چشم امیدش به منه، نمیتونم بهش بگم بلد نیستم که. جواد جان خجالت بکش، بیا برو تامبون تو عوض کن. آتیش. آتیش به گورت. میدونی اصلا خانم، من از بچگی عاشق این ماشین پدر خدا بیامرزت بودم. این اگه واسه شما خاطره است، واسه من زندگیه. بله، الان کمی درس میکنم، این توی یه چیزایی تعمیر میکنم، انگار درس کردم زیر بروزم، قلبم رو دارم چکاب میکنم. والا تو که هنوز یه سال نیست توی این خونه آویزون جوادی. شما به جای کارم استارتو بزن نزن غزال. غزال چیه؟ آهو. حیوونه دیگه. حالا خوبی؟ با شما خوبی؟ من خوبم. Don't worry. شما چطوری؟ نزن. سلام علیکم. شما تا خودت تو این ماشین آتیش نزدی، بکش کنار بذار ما راش بندازیم. شما میکانیکی هم بلدی؟ نوهانی. اگر کله پاچه شما رو بذاره زمین، بله با اجازهتون. بفرمایید. میریم بعد. آخه میزگونی که میخواد صداشو در بیاره، قرونت دارم، لم داره، قلق داره، داستان داره. دو دقیقه شما دندون به سر جگرت بگیر، بذار ما درستش کنیم دیگه. ای بابا ببخشید. اکسکیوز می. جوادم محاله بتونه این ماشینو درست کنه. اصلا درست شد. چی شد؟ نو پرابلم، دونت واری. با شما نبودم، درست شد. با توه. بله. ببخشید آبا خانم، بی زحمت لطف کنید این استارت بفرمید. حتی من 90% کار رو انجام داده بودم. خواب منه، منتهی سلام جزئی هم با جواد داره. خب شما نمیای تو؟ من با اجازهتون برم یه بنزین به این بزنم میام خدمت. جواد اسمش؟ پیمان. موضوع خودت بفرم. سلام پیام جون، قربونت برم. عزیزم من پیام نیستم. شما؟ ما از دوستای جوادیم، جوادی کریمی. چرا زودتر نگفتین آقا؟ مغازه متعلق به خودتون. جانم خودتون. میخواستم آنتو رو سریعتون رو ببینم. بله بفرمایید، قسمت بالا بفرمایید. خیلی خوش اومدین. مرسی. خدا این آقا جواد فرشته است. اینقدر بچه بامرامیه. تمام بچه های آسایشگاه واسش میمردن. اینو نگاه کنین شما. آسایشگاه؟ آره دیگه، آسایشگاه آمنه. ما تو آسایشگاه یه بخشی داریم واسه بچه های یتیم. آقا جوادم اونجا بهشون درس موسیقی میداد. کی؟ جواد؟ بله. یعنی تو هم که اینقدر دوست صمیمیش هستی نمیدونستی؟ چرا؟ خدای آقا جواد یک کارایی میکنه. آدم دست به خیر است، من موندم توش. کجاش موندی؟ تو دست به خیرش. ببخشید آقا، من اینا رو برداشتم. بله چش. بذاریم بستشون بذاریم تو. چقدر میشه؟
خانم با چوب وردن منو بزنی حرفو نزنی. خانم اهل چوب کشی نیست. خودشیری نکن بگو چقدر تقدیم کنیم. ما به خاطر آقا جواد هیچی از ایشون نمیگیریم. وای دلم لک زده بود واسه میوای ایران. اونجا دونه ای میفروشن، مثلا هندونه رو یه قاچشو میفروشن. هانی اما اون قاچش هندونه است، میتونی یه ذرهش بریزی تو چای چای شیرین کنی یا بمالی رو کره جای عسل بخوری. عسل خانم اشتباه به عرض فروشتم. میوای اونجا مزه آب میده. نه شاید اون رو شما آب زیاد کردی. ببینم شما از کجا خرید میکنین؟ اصلا میوه فروشی اموسان تو تگزاس رفتی؟ 60 درصد نرفتی؟ آهو بیا بابا این تو اصلا آدم نمیده درسته شما نکن له شد دیگه. من و کریم میریم مرغ و گوشت بگیریم، شما هم این میوه‌ها رو بذارید توی ماشین، بقیه چیزا رو بگیریم بیاید. خب چه کاریه؟ شما با جواد بریم، من با اصل خانم هستم دیگه. کریم هنی سی یوسون اوکی؟ ولی شما هم اعصاب ضعیف ها. هی من هیچی نمیگم. دست شما بفهم خدمت. چیزی که از فروشی نمیخواید نه؟ نه دیگه، فقط بریم سوپرمارکت یکم خرید دارم. بفهم بعدش هم بریم یه چیزی بخورم، من خیلی گرسنه‌ام. خب اینو یه ذره زودتر میگفتید، آب خانم و کریم هم بودن با هم میرفتیم دیگه. نمیدونم، فقط من خیلی حواس دیزی کردم. دیزی؟ دیزی خوری؟ آین داره، یعنی سلسله مراتب داره. خدمتشان خیلی متشکرم. ابتدا در دیزی رو باز میکنید. به به، یه تیکه از این دنبه محترمه رو در میارید، شروع میکنید به چیکار کردن؟ کوبیدن. از اینجا به بعدش زحمتش میفته رو دوش شما. چیکار باید بکنید؟ چیکار کنم؟ تیلیت. تیلیت؟ تیلیت باید بکنید. اینم نون سنگک. به به، بقیهش هم دیگه واگذار کنید به من. یه نون سنگک. یاد بچگی هم افتادم، یاد پدر مادرم. بابا شما از ما که خیلی ایرونی ترین. مثلا موندم شما چجوری اونجا دبوم آوردین؟ چرا موندین؟ برای اینکه بابام خیلی تنها بود. بس مامانت چی؟ دلم براش پر میزد، ولی مادرم آهو رو داشت، مادر جون و دایی ناصر رو، ولی بابام جز من هیچ کس رو نداشت. اگه شما جای من بودین تنهاش میذاشتی؟ من که خودم یه عمری حسرت دیدن پدر و مادرمو داشتم. مطمئن باشید اگه هر کدومشون پشت کوه قافم بودن تنهاشون نمیذاشتم. ولی خب اونا یه جورایی منو تنها گذاشتن. به خاطر همین به بچه های یتیم موسیقی یاد میدی؟ البته من خودم همونجا بزرگ شدم، موسیقی رو همونجا یاد گرفتم. میدونید تنها چیزیه که میتونه تنهایی های منو پر بکنه. میشه من یه سوال خصوصی ازتون بپرسم؟ شما که اونجا بودین چرا ازدواج نکردین؟ دیگه درگیر گرفتاری ها و کار و دیگه این آخران که مریضی بابا. خب الحمدلله. منظورم اینه که اصلا اونا جنسشون با جنس ما نمیخونه. آره خب اونا عقاید و شرایط زندگیشون با ما خیلی فرق داره. خب من همینو میخواستم بگم، همینو گفتم دیگه. آره یکی از اصلی ترین سلسله مراتب دیزی خوری رو داشتیم فراموش میکردیم. پیاز بفرمی حالش رو ببری. سلام کریم. خیلی بابا حالیته. نه کجا رفتید شما؟ هرچی گشتیم پیدات نکردم. نه اینکه تو هم خیلی ناراحت شدی. آره چطور تو؟ من چمه؟ فکر کردی خرم؟ نه ایدم شجور دل میدادی قلبه میگرفتی؟ اونم با کی چش سفید؟ با اصل من؟ اصل تو؟ حالت خوبه؟ نه مثل که تو بهتری. ببین اصل واسه من کلید امریکاست، شاه کلید همه رویامه. جواد جون برو سرتو یه جای دیگه گرم کن، قرمت برم. یه برا بینیم بابا. نیازانم اینو لطو پارش کنم. خواهیدم اسمت چیه؟ اصل. اصل که اسم خانوم هست. اصل میخوام ببرم. شالا خوب که بشی تا دلت بخواد اصل میخوری. خب؟ میخوام ببرم. باشه این زن باشه. خانم تذیرشو انجام بدیم. الو پیویش بنا. جناب آقای پیروسلی، بس شما گوشی رو برداشتی، پس این پیویش کدام گوله؟
قمر خوابیده بیحاله، معده‌شو شستشو دادن. برای چی؟ حتما زیاد نشسته حساب کتاب کنه. ایسکوسیدی کمر شیفته. بهش بگو سریع خودش رو برسونه اینجا کاش دار. میگم بیحاله، نمیتونه حرف بزنه. بهش بگو این شب تو مجتمع ما جشنه. همه اون اراذلی هم که میشناسه هستن. بگو بیاد میدان دست اینا نسپاره، بگیر یه دست. خودم میام. آمن خودشمار میخوام چیکار کنم؟ لابد چایی گندم بذارم رو میز ها؟ بهش بگو کلیوات زده، اتوکلون زده، بدون گل گیلایول. بابا گیلایولو سر قبر میبرن، خجالت بکش. یه جوری میام که همه عاشقم بشن. اصلا آوردی؟ یه روح شاده دیستوالی بهمون دادیم. آره موفق باشی، معید بشی. روز قرمت نشونه عشقه. خودت گلی، سنبولی، سنمی، مال منی. آی قهرمان خجالت بکشه. نظرم بابا ننه منی ها. بزن اون دست خشنگه رو به افتخار خانم بیرونی. حالا بزن اون یکی کف دست قشنگه رو به افتخار عسل خانوم بدونی. بزنی؟ ما درد خیاره کن. دایی؟ دایی جون؟ نمیدونی کار دارم. دایی دایی؟ و نه چشم میگم حالا که عسل به ما ندادن، حداقل بریم مربا بگیریم. من میتونم این خانم رو بگیرم ببرمش؟ کدوم خانومه؟ خب ولش رو ببر. توی میدونی چیه؟ فقط یه خورده من میدونی پروبلمم ضعیفه. اگه امکان داره شما باهاش صحبت کنید. بدبخت، اگه من صحبت بکنم که زن تو نمیشه. دو با من از این جواب خانم خودم رو چی بدم؟ خوشش نمیاد با زن غریبه صحبت بکنم. برو گورتو گم کن. اوکی. آقا دوا. بله آقا. بلدی سیخ کنی؟ سلام. دستتو شستی؟ بله بله. بیا اگه دستتو شستی کمک کن اینا رو سیخ کن. دایی جون کمک نمی‌کنی؟ تشریف آوردن. خوب شد آقا زواد یه سری به ما زد، شما هم اومدین اینجا. سلام. سلام. ببخشید میتونم با شما صحبت بکنم؟ خواهش می‌کنم بفرمایید. عزیز می‌خوام، شما شغلتون چیه؟ من تهیه کننده موسیقی هستم. واو! واقعا؟ بله، شما چی؟ منم تو کار تهیه هستم. و شما هم تو کار مایی؟ خیلی وقته. چه جاله پیگانه چی هستی؟ تهیه عشق. لطفا مزاحم نشین آقا. بزن ضربو. بیا سوار بار ابرا بشیم، عازم شهر پاک رویا بشیم. را کنیم امروزی که گذشتی، به فکر ساختنی فردا باشیم. اسیر میشه دنیا به دست ظلمت، باقی میمونه خوبی و محبت. اسیر میشه دنیا به دست ظلمت، باقی میمونه خوبی و محبت. تا دنیا بوده شنیدی بجایی که اون پرویز خانو بدبخت و چیز خور کنی، باید این نمو چیز خور میکردی. دارم واسه شخصاسی معجزه میکنه، مثل یه سنگی میخوره به شیشه. تا دنیا بوده شنیدی همیشه با قصه کجالت بکش دیگه. چی میگی تو؟ و از سر شب داری تابلو بازی در میاری؟ چکا شردم؟ خوش بگی آقا باش آدمی چی میگی؟ اسیر میشه دنیا به دست ظلمت، باقی میمونه خوبی و مدبر. خبرت بابا؟ یه کلام دیگه حرف بزنی یه جور میزنی صدای مزغوم بدی. معلوم از سر شب چته؟ بچه من یه تو چته؟ ها؟ ما رو تو آسیم بزرگ کردی. میگی چی شده یا نه؟ چی میخواستی بشه؟ ها؟ اون از امروز که تو پارکینگ اومدی وسط تعمیر من پارازیت اومدی وسط. اون از خرید امروز. اینم از مهمونی امشب دیگه قربونت برم. لا لا لا، ما که نمیفهمم چی میگی تو. ولی من میفهمم. آقا جون رفیقیم باشه، هم خونه این باشه، نون و نمک هم دیگر خوردیم باشه، ولی من نمیذارم با این دختر بری امریکا. فهمیدی جواد جون؟ چی میخوام داره امریکا؟ دیوونه شدی؟ دیوونه شدی؟ امریکای هر دنگوز آبادی. ببین جواد، تو میدونستی من این عسل رو چقدر دوست دارم. صد بارم از آرزوام واسه رفتن به امریکا بهت گفته بودم. نگفتم؟ چی کار داری میکنی؟ میخوام به این دختر طفل معصوم بگم.
این رفیق نارفیق ما که اینجوری ما رو دور زد، فردا تو هم بدبخت میکنه میپیچونه. به کی؟ همونی که مخشو زدی. اجازت بکش کریم، کارو از این که هست خرابتر نکن. بابا ناسلامتی من و تو رفیقیم. نکن! رفیق می رفیق زماشون، تموم شد. این چرا قطعه؟ این چرا قطعه؟ نمیدونم چرا عزیزم. برو کام شرق غلطی دلت بخواد بکنی بکن. بزنم لیت کنم. با چی بکنم؟ منو میزنم. بچه برو کام شد درم پشت سرت ببن. بی معرفت. چه تو؟ نکن آقا جو، شما اون بره جو و این بره ما این بره جو. چه ته؟ آقا نکن دیگه، یعنی واقعا تو نمیدونی؟ دیگه چیکار باید میکردم برا؟ برو بمیر بابا، به تو هم میگن رفیق. فیلم سنگامو دیدی؟ همین دیگه، به جای اینکه یه سره بشینی مزقوم بزنی دو تا فیلم هندی میدی، حالا روزمون الان این نبود ما هم امریکا بودیم. یعنی امریکا رفتن اینقدر برات مهمه؟ دوستش داری؟ یعنی فکر میکنی اگه داشته باشیش خوشبخت میشی؟ خوشبخت‌ترین آدم روی زمین. شک نکن. سر خاک مادر من هیچ کسی گریه نکردش، بابا هم پیش مامانه با همون دستای سردش. مادرم باید بدونی دل من بهونه کرده، نیستی تو خونه ما این منو دیوونه کرده. جای تو شبا میام و واسه تو بسه میخونم، میدونم که خواب خوابی ولی باز پیشت میمونم. چرا هر دوتایی رفتیم؟ من میگم حتما یه خوابه. چرا من تنهای تنهام؟ یه سؤال بی جوابه. گلای یاس تو باغچه غروبا بونه میگیرن، همشون یه عهدی بستن سر خاک تو بمیرن. آب عکس سرد و خالی آخرین خنده مادر، گل سر یه یادگاری ولی با گلای پرپر. ببخشید اجازه هست؟ نه خیلی اجازه نیست. ناصر بگو جواد جونم بگو. من میدونم که توی همچین مراسمی رسمه که بزرگترها صحبت بکنن، منم که به غیر از شما کسی دیگه ای رو ندارم. خودت به مشمردگی نزن. سنده میاد. یا الله. سلام استاد خانم. ببینم باز اون آقایی که به بدهکاری اومده میخوای شرمنده‌اش نشی؟ نه اون قضیه منتفی شد، گفتم ازش پول نمیگیرم. نه همسایه‌ها دارن کانال‌های کولر رو ردیف میکنن، من گفتم من خودم مال نصرت خانم رو ردیف میکنم. اصلا میدونی چیه جواد جان؟ تو پسر خودمی، اصلا خودم واسط خواستگاری میکنم. اصلا چای بیار. چشم. من یه فراموش کرده بودم من آقا جواد تو یه روز زایدی کی بود؟ ببینم کریم جان با این میخوای کولر رو سرویس کنی؟ مادر من نشست اینجا سوزن نخ میکنه، تکنولوژی خبر نداری یا اینجوریشو نگاه نکن. این الان بره این تو وا میکنه خودشو، آه جرم کولر رو کلن میگیره. اصلا تو جواد منو خوب میشناسی، پسر خوب نجیب پیغمبرم میشناسه، خیلی پسر خوبیه. ایا تو اصل منی، اینم آه گل منه.
ببینم اگه موزیکش جواب میده ها بده منم گوش. مادر من موزیک چیه؟ این ست همینه. این مال اینه که گیر گولاشو من گوش میدم کجا گیر داره. چه راست؟ 60 درصد. ای خدا. شما هم آتیشی شدین استاد خانوما. با اجازتون من میخواستم اصل خانومو برای برای کریم خواستگاری کنم. کریم؟ بله خدا رحم کرد. کریم بفرما تحویل بگیر. شاعر میگه مشت و سوراخ نمیرفت، دارو بس به صندوق عقبش. اصل خانم دیگه نمیخوام چیزی بشنوم. ولی من میخوام بشنوم. خود کریم اینو خواسته ها؟ بگو تو اوتو رو نیاوردم ها. نه یعنی اوتو نه، ولی کریم بله. اصل خانم یعنی از وقتی که شما تشریف آوردید ایران این همه فکر و ذکر شمایید. یعنی باور کنید کریم بچه بدی نیست، من بهتر از همه میشناسمش. نکه داریم با هم زندگی میکنیم. این مرامت که منو یه عمر ذلیل خودت کرده. نگاه نکنید، مطیع عین گوسفند، با وفا عین سگ، دل نازوج عین گنجیش، دل گنده عین فیل. خود تو سرت با این تعریف کردن آجان این بساط باغ وحشی تو ببر خارج از تهرون بند کن، هم هوای تهرونش ها آلوده نکن، هم بلیت بفروشون پول دارچی ناسه گاچم باغلن نمیده ایران همه ندی جابا هش بفهمی چی میگی؟ من خیال کردم تو واسه خودت میخوای. نه منو بی خیال شین. شما یه فرصت به این بدید. این قول داده آدم بشه آقا ناصر. معنی میگی آدم بشی؟ اینو قوم علی دایی رو درش باقا نبا او سال سندی مجم نداره. نه شما که اصلا عمرن آدم بشد هستین. آیا لپی کریشن ندیری؟ من آدم میشم هستم. نه منظورم اینه که اون آدم بشه. بابا ببین من اینشم میدی اونی من اینم ببر اون بر اینی. آه کریم بالاخره تو همون خونه میای بیرون دیگه. نه خیلی مثل این که خیلی بحث جدیه. این آقا کریم چی کارن؟ از من سوال کن دایی جان بهت بگم. مهندس بخچشی اتومبیله، مثل بخچش میره ربط اتومبیل. نه ولی بچه فرز و کاریه، همین که تونسته جیب آقا ناصر رو بزنه. دسته بینده من خودم جیبم رو دادم بزنه آقا خفش میکنه اون فجره. ولی میشه روش حساب واکرد. آره بله واقعا میشه روش حساب واکرد. منم یه عمری که حساب روش واکردم که این حال روزم. آهو بیچاره روش آقباری بانک باز کرده بود. بسته دیگه لطفا. شما یه لحظه با من بیاین تو اتاق، من با شما کار دارم. اصلا جان دایی اتاق نمیشه، برین تو آشپزخونه اوپنه جلوی چشمه. با اجازه. آشپزخونه؟ کریم جان نیافتی مادر؟ ببین شاه پسر، اگر اون رفیقت فکر کرده کل این ثروت به من میرسه کور خونده. نه اصلا قضیه مال و اموال و دارایی شما نیست. باور بفرمایید یه جورایی اصلا عاشقانه شما رو دوست داره. تو هم باور کردی؟ بله. خیلی خوب، اگه این موضوع برای تو اینقدر بی اهمیته منم کله خرتر از این حرفا. بله چون خودت میدونی اون دنبال چیه. اگه شما قبول کردی میگی اوکیه. اوکی منم قبول دارم. اصل اصل دیگه بی اصل اصل از نظری من دیگه مربام نیست. برو بابا ناسبی تو جور ندهره. مبارکه ما نگاه کن. مبارکه بابا اینجا دیگه دیوونه خونه شده. مبارکه ناسبی نیست. بابا ناسبی من صندلیم نیستم آقا. خودتون میبریم میدوزیم برین تمومش کنیم با من سیگه چکار دارم. موسیه داری سن به کزن داری بس بفرما آقا اینو درستش کن. اومدم ببرم. چیلی ببری شما اینجا چیزی جا نذاشتی؟ اومدم عروسمو ببرم. اومده ننمه ببرید. آقا من برم تا خود منو نبردن من برم. بسته ببینیم اینا دارن چی کار میکنم. گلو بردم برات هرچند که خودت گلی. سلام علیکم. نه ببرد کلقم گرفتم بردم دیگه از این اونجا بعدش دیگه نوبت شما زحمت شو بکشید. ایشالله فرد پس فردم دیگه نوبت خودتون. ایشالله که وقتتون بفنده. چیکار کنم؟ من قند بسابم؟ باید به جای قند سرب داغ برزم رو کله این دوست نامردت. لا اله الا الله. چه
چه حالی میده نه؟ نه آمریکا رو دارم میگم چه حالی بکنیم ما؟ مگه شما میخوای بری آمریکا؟ آتیش مزاج میکنی آره؟ خانم میدونی داره از الان سر شوخی رو باز میکنه سلام علیکم بسم الله بفرمین خواهش میکنم خیلی خوش اومدیم بسم الله الرحمن الرحیم اگر این دو گل نوش گفته ما حضور دارن و آمادن به حول قوه الهی مراسم آغاز کنیم صد درصد پسرم کتاب بده این همینجا بود من برمشت شهود هم که به حمدالله حضور دارن منو به این رشیدی نمیبینی؟ بله میگم منو به این رشیدی نمیبینی؟ آه بله نه منظور شاهد دوم هم هست نمیخواین صبر کنین دایی جونم بیاد میدای ناصرتو نمیشناسه مادر اون لج کرده امکان نداره بیاد به درک که نمیاد اینم شناسنامه شاهد دوم لطفا یا جواد جون آقایی کاریش هم نمیشه کرد آقا بفرما دست شما درد نکنه برسم آمریکا جبران میکنم دعوتنامه میفرستم بیا اونجا با بچه ها مزغون بزنی توپ نمیفهمم مگه شما میخوای بری آمریکا؟ 100% من شما نمیای شوخیش دیگه دوبار لوس میشه دیگه نه؟ قیافه من به کسایی میخوره که دارن شوخی میکنن؟ آره نه یعنی چی؟ یعنی چی نداره؟ من آمریکا کاری ندارم برم همه کس هم اینجاست آهو، مادر جون، دایی جون من آمریکا کاری ندارم برم ولی شما دارین اشتباه میکنین ها شما همه چیزتون اونجاست خونه شرکت اونا رو میخواین چیکار کنین بذار خیالتو راحت کنم آقا نه از آمریکا خبری هست نه از پول دارایی بابام بین من و آهو تقسیم شده که قراره با دایی جون همینجا کارخونه بزنیم فقط آهو جون باید یه سفر کوتاه بره آمریکا و برگرده والسلام ببین من اساسا جنبه شوخیم خیلی بالاست ولی راجع به این قضیه آمریکا رفتنم شوخی نکن اجازه است من صیغه عقد رو جاری کنم یا نه؟ نه حاج آقا چی رو جاری کنم؟ یه لحظه واسه آقا جواب شما شده واسه من بزرگتر اصلا بیجا کردی رفتی خواستگاری؟ چه مرگت تو؟ چه مرگمه؟ میگه آمریکا نمیده مرزم چه کار مرگم کردم؟ بفرما آقا تحویل بگیریش شرمنده این بود دوستتون که میگفتین آدم شده و عاشق پیش است؟ عشق امریکا کشتتش ببینین من فقط میخواستم شما اینو بفهمی همین اگر نه که من 100 سال سیام همچی آدمایی رو تحویل نمیگیرم برو بابا اگه واسه امریکا نبودا یه موی گندیده این آهو خانم طفل مصموم به 100 تا مثل تو نمیدادم من ببین اگه یک بار دیگه اسم منو بیاری یا با همین دستام خفت میکنم شما بحث سواسا اینا منو اغفال کردن شما اصلا نمیفهمین معنی عشق یعنی چی من براتون متاسفم اوه سنان نرسم جسارتا من چه کار کنم شما طلاقی هستین یا عقدی تکلیف منو روشن کنین پولت چه گرفتی صیغت جاری کن خب بنده هم همین رو عرض میکنم برای کی خطبه رو جاری کنم اونها شناتما جلوت منو قناری ده بیا اینجا جای این حرف هست اینجا جای این حرف هست تو این بزقلا بفهمم معنی زن گرفتن یعنی چی شما صیغه رو جاری کن بسیار خب مال شما رو جاری میکنم ثوابش هم بیشتره مبارک باشه من نمیفهمم الان دیگه چرا واسادی خب بریم دیگه خجالت بکش حداقل یه عذرخواهی ما باید از اینا بکنیم دیگه از کی از اینا اینا که عذرخواهی که هیچ من مخلص شدم اصلا توضیح میدم الان شما یه لحظه بیاین سلام علیکم من میخواستم خدمتتون عرض کنم ببینید من میخواستم معرفت بذارم که به این ثابت بکنم من تو رفاقت کمش نمیذارم شما هم این اجازه رو به من بدید آخ یه لحظه درو الو منو درو الو نه چرا من درو برات وا کنم خب چی شد؟ هیچی من فهم میکنم دست خوهرت رو بر تو رو کنم نشون بده نصف ارسان به شما میرسه ولی شما گوشت دست آهو خانم ببخشید خانم یه لحظه سلام علیکم خسته نباشید بفرمایید اگه محبت بفرمایید دو دقیقه تشریف بیارید پایین من یه عرض خصوصی داشتم خدمتتون دوست آقا فعلا بری من خیلی عصبانی هستم نه یه لحظه شما اجازه بدید من از این دست منو بذارید لا پنجره اگه محبت کنید تشریف بیارید پایین الو 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 منو خانم قناری دوست دارم از اینجا که سوار میشیم تا خودت شمال خودت بشینی پشت فرمون من؟
آره دیگه میخوام رانندگی خانومم رو ببینم حالش رو ببرم. میگم آی قهرمان بریم منزل آهو اصلا با خودمون برداریم ببریم. یه عمر داری بالبال میزنی که فقط ازت مردم تعریف کنن. عقده بچه مصبت بودن داره خفت میکنه. یکی مثل من ادای آدم حسابی ها رو در بیاره شرف داره به اینکه ذاتن آدم مزخرف و به درد نخور و وطن فروش و بیمر فروش. میگی؟ به تو دارم میگم فروش میگم به چی میگی تو؟ با شماست آقا همش تقصیر این تو چطور جن زدی؟ از کی میخوای بشین آدم؟ چیکار کنی؟ از موصل که برگشتم کلاس خصوصی براتون میذارم تا رفتار با زنا رو یاد بگیری. خب نمیشه حالا یه ذرهش بگی کارم را بیفته؟ خرج داری داشتم ای بابا. بنده خودم شخصا خرجشو تقبل میکنم. خب بخرید. چیو؟ ناز باید نازشون رو بخرید. قربونتم ما که پول نداریم. شما عقل نداری. شما رو فرمودن بزن بریم خانم قناری. چاپروسی های تو با 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 چاپروسی های بیا پایی میرم بیا پایی میرم برای چی؟ ماشینمو گل دادم فقط به خاطر اصل خانم قرمونت دارم برو منشین بندگیم ما بیا بینم شاپور جون بپر این سوپریه برف شادی بگیر میخواییم شادی کنیم ما برو ببینم چش چش سلام. به به ناصر جان مومن من دو ساعت معطل شما بیای شاهد حق باشی. کجایی؟ ترافیک تهران دیگه اعلام. آخه ترافیک که باید میبود شاهد میدی لازم بود تو باشی. آره دایی هم بالاخره دیگه خیلی سرم. دایی نیستی شما والده محترمتون خانم ایرانی با آقای قهرمان ازدواج کردن. سلامتی مادرم. مادرت بارکلا بارکلا با دایی این اصلا پسر. آقای این کار قیمت نداره بارک اینجوری پسر ده تا تموم شد محرم شدن رفتن. تو که خودت عرضه تأهل نداری. یه مدید خدا یه برادرم به داد زندگی میکنین با هم. مبارک باشه. خدا حافظ شما باشه. مادر خودت هم بود همینو میگفتی؟ دخترای گلم از من به شما نصیحت. زندگی انسان یه مونس میخواد. من جلوتر که مونس نداشتم قبول کنی تو لک رفته بودم. الان که خانم قناری مونسم شده یه دنیا شکر میکنم. خدا یا شکرت که خانم قناری رو به من رسوندی. اینا کجا؟ میگم نکنه اصلا این جده شاید نایمده باشه ها؟ الان دو سود آمارشون میگیرم. الو الو سلام قهرمان. بنال چیو به مال؟ آقا کریمم شما الان تو کدوم جاده ای؟ شما کدوم گوری هستین؟ آ ما کجا تشریف داریم؟ ما جاده چالوس قبل از تونل. آباریکلا یواش یواش عقلتون داره میاد سر جا. 100%. فقط الان دقیقا شما کجایی؟ یک کمی جلوتر بیایی ماشین منو جلو رستوران میبینی. ببین چی میگم کریم. باش باشه با نوکرم بریم که قهرمان حال اساسی دار. قهرمانه کاپوتو بده بالا. چی میگه؟ میگه بده بالا واکن واکن کاپوتو بده بالا. بده بالا کاپوتو بده بالا کاپوتو چی؟ بده بالا. چیزیش نیست. میگه بده بالا تو. نگاه
چه جاله؟ سلام علیکم. کجا بودی شما ها؟ همین اطراف گوشی کنارا. آقا خانم چطوره؟ به سلامتی سوارشون بریم. آقا خانم خودتون منشینید پشت فرمون. بناری خانم خسته خسته. کجا بریم قهرمان؟ من دلم مثل سیر و سکه میجوش. ناصرم که زنگ نزد. همش ناصر ناصر میکنیم مگه از شیر نگرفتیش؟ خیلی خوب ناراحت نباش. الان موبایلم رو در میارم. یه تلفن میزنم و ناراحتی درت میارم. صفا بهت میدم. اون 100 سالشم بشه؟ اون بچه‌مه، من بزرگش کردم. الو؟ الو؟ آقا دایی، جناب قهرمان، آقا این ننه ما رو کجا بردی؟ به بابا سلام کن، ننت به سلام یاد ننداده؟ یادش ندادی، قنوری؟ آقا قهرمان، آقا دایی قهرمان، به من توضیح بده شما چکار کردن، چکار داره میکنین با آن؟ مادره تور انداخته، شماهی گرفته لامذهب خدا شاهدی، اگر گیری من بیفتیام، اول طلاق مادرم رو میگیرم، بعد 10 بار با ماشینم از روز رفت میشم. آدم با باباش اینجوری حرف میزنه؟ خودم ادبت میکنم. آره بوشه بده. ناصر؟ آنا ناصر؟ این باخچه ندیرم بلاغ از آقا جای ندیرم. من ندارم همین الان برمیگردی اینو باطلش میکنی. ناصر من لا من شناسم همه اون آقای گرباغ ماهی رو ندیرم. بده من لا لا قسمت متوضیات بهشت زهرا میمن خلاف شریش شد. بده من ناصر. بده من جوانان دانش با میدونی چیکار کردم؟ گوشی رو بده به مادرم. موبایل رو دست چپم دادم دست راستم. یعنی دست راستم از توقیب آزاد کردم. پلت به پرم گیر بکنه کارت تمومه. الو عزت زیاد خدا حافظ. الو چی شد؟ ناز داره سگ مصرف، باید نازشی خرید. واستادین که باز خلاهای سر به خودتون بزنید. حال بدید این عروسک رو. سلام علیکم. ماشالله خانم ایرانی بچه ها بزرگ شدن. اینجا بهتر. سلام. وقتی پیشم بودی نفهمیدم که پیشمه، ولی حالا که از دست دادم میفهمم کیو از دست دادم. آو همشو شوخی کردم دیگه، ببخش دیگه. ببخشی ندونم حقم دارید یه جورایی از دستم عصبانی بشید. ازتون خواهش میکنم یه فرصت دارم که یه اعترافی بکنم. اصلا عشق آمریکا گورم کرده بود، کرم کرده بود، بابا خرم کرده بود. عاشق این خنده های بیریخ دادم. نه باور کنید حاضر نیستم به خاطر هیچ چیز با ارزشی توی دنیا شما رو از دست بدم. باشه ببخش دیگه. باشه آو همه شو شکر کردم دیگه. ببخش دیگه. منو دیگه خندیدی یا خانم قناری مثل این که داره درست میشه اون دوزگی رو بزن بالا. بسه 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 ب